باشگاه فوتبال بایرن مونیخ به دلیل رفتار غیر ورزشی هوادارانش در جریان بازی خارج از خانه این تیم مقابل شالکه از سوی اتحادیه فوتبال آلمان 40,000 یورو جریمه نقدی شد. در آن بازی که بایرن مونیخ به برتری 2-0 رسید، هواداران این تیم 40 مورد مواد آتش‌زا در ورزشگاه روشن کردند. فدراسیون جهانی فوتبال چند بازیکن تیم ملی اوروگوئه از جمله کاوانی و گودین را به دلیل جنجالی که در آخرین بازیشان در جام جهانی 2022 قطر رقم زدند جریمه کرد. رادیو کادناسر اسپانیا اعلام کرد که مدیران باشگاه اتلتیکو مادرید در پایان فصل جاری تنها در یک صورت ممکن است به همکاری خود با دیگو سیمیونه ادامه دهند. آن هم کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپای فصل آینده است. نشریه کیکر آلمان با انتشار گزارشی مدعی شد که بایر لورکوزن منتظر پیشنهادهایی است که به سردار آزمون خواهد شد. آنها آماده فروش مهاجم ایرانی خود هستند که شروع خوبی در بوندسلیگای آلمان نداشته است. شورای دادگاه جهانی داوری ورزش یک صندوق کمک حقوقی ویژه برای حل و فصل اختلافات مربوط به فوتبال ایجاد کرده است و قرار است این صندوق از روز 12 دلو آغاز به کار کند. سادیو مانه تا رسیدن به شرایط کامل بازی به حدود 3 هفته دیگر زمان نیاز دارد. به همین دلیل احتمال حضور او در بازی رفت مقابل پاریس سن ژرمن از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا خیلی ضعیف خواهد بود. و اینکه در ماه‌های گذشته برخی رسانه‌های انگلیسی مدعی شده بودند که اتحادیه فوتبال اروپا در حال بررسی ایده برگزاری مسابقات یورو 2028 با حضور 32 تیم است، اما کمیته اجرایی بالاترین نهاد فوتبالی در اروپا در جلسه اخیر خود به طور رسمی اجرای شدن این ایده را رد و تایید کرد جام ملت‌های فوتبال اروپای 2028 با همان 24 تیم برگزار خواهد شد.